یه درخواست دعا هم داشتم. انسان آفریده شده است که بیاموزد و اگر در اندیشه کلام خدا باشد تأثیر آن امید خواهد رحمت که هر پریشانی در و آشفتگی من حقیقتا سرطان، یعنی دکترا به من گفتن که سرطان روده بزرگ دارم و بچه های کلیسای پرستندگان مسیح از خواهر برادرای عزیزم همه به خاطر من دعا کردن و روزه گرفتن. عیسی مسیح منو شفا دادن. این خدمتی هستش که خداوند از ما خواسته و در این مسیر قدم برداریم و این ایده امروز نیستش، یه ایده 15-16 ساله هستش که خداوند در رویا به من داده و من هاللویا. خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد و در وصایای او بسیار رغبت دارد و ذریتش در زمین زورآور خواهد بود. طبقه راستان مبارک خواهند شد، توانگری و دولت در خانه او خواهد بود و عدالتش تا به ابد پایدار است. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، بازم یک بار دیگه تبریک میگم تجسم خداوندمون عیسی مسیح رو بر تک تک شما عزیزان. در انتهای سال 2019 هستیم هموطنان عزیز، چند ساعت دیگه در آمریکا، اینجا که ما لس آنجلس هستیم، سال به اصطلاح تحویل میشه، سال 2020 میاد. باشه که در این سال 2020 نه غمی باشه در زندگی شما، نه رنجی باشه و نه عذابی و نه این نظام اسلامی در ایران باشه، بلکه کشور ما کشور آزادی باشه. همون گونه که آگاه هستید و میدانید، ما هر سه شنبه از ساعت 6 صبح تا ساعت 9 صبح در خدمت ایرانی ها هستیم و منتظر تلفن های شما هستیم و برای شما عزیزان دعا میکنیم و پر از گواهی ها میشنویم که خداوند چگونه در بین ایرانی ها داره کار میکنه و با گواهی هایی که شنیدیم دلیلی شده هم ما برکت بگیریم، هم خود ایرانی ها متوجهی بشن که خدای زنده‌ای دارن، بدون اینکه بخوان مراجعه به امامزاده‌ای بکنن، واسطه‌ای باشه اینجا، بدون اینکه لازم باشه که هزار بار دولا و خم بشن در برابر به اصطلاح خدای به نام الله، که الله خدا نیست، اما در برابر یهوه در نام عیسی مسیح آنچه که بخواهن خداوند به اونها میده، مطابق وعده‌ای که داده شده اونها قلبشون رو به مسیح دادن. همون گونه که من قلبم رو به مسیح دادم، نه تنها معجزات بلکه عشق مسیح، عشق مسیح که ما رو رستگار کردش. عزیزان تلفن‌های ما باز هستش، عزیزانی که در ایران هستن، در اروپا هستن، در آمریکا، کانادا، استرالیا، هر کجا هستید، اگر گواهی دارید خوشحال میشویم که از شما عزیزان بشنویم، در خدمتتون هستیم. عزیزانی که روی واتساپ هستن میتونن، من تلفنمو گذاشتم روی واتساپ، با من تماس بگیرن و همچنین میتونید با شماره تلفن 818 716 4 تا 0 و یا 818 699 16 15 با ما تماس بگیرید. سپاسگزار هستم از عزیزانی که لطف میکنن و هدایای خودشون رو به عنوان ده یک و یا کمک مالی به تلویزیون امید جاودان رسوندن. ما از شما عزیزان سپاسگزار هستیم و به طور خاص ما سه شنبه ها برای کسایی که هدایا به این شبکه دادن دعا میکنیم، به نام براتون دعا میکنیم و در انتهای سال آنانی که راغب هستن ما میتونیم برگه تکسی رو که باید پر کنن به عنوان تشکر و همچنین به عنوان رسید به شما عزیزان بدیم که بتونید در تو امور تکسیتون هم استفاده کنید. عزیزانی که مایل هستن کمک مالی ما بکنن میتونن روی سایت ما برن www.pwoc.church. پس یک بار دیگه میگم pwoc.church. اگر اونجا مراجعه بفرمایید می توانید به راحتی از ویزا کارت و یا کردیت استفاده کنید و اگر احیانا مایل هستید چکی رو ارائه بدید، چک های خودتون رو به نام بازم PWOC می توانید به آدرس
که برای کلیسا هست 74-75 فالبروک اونیا وست هیلز 91-307 که پایین صفحه مشاهده میفرمایید. میتوانید نامه هاتون رو بدید، فقط لطفا قید کنید که یا به ورشیپرز آف کرایست، پرژین ورشیپرز آف کرایست، و یا بنویسید کشیش رسول، چرا که در اون کلیسا ملیت های دیگه هم هستن، پس نمیدونن اونا چکو باید به چه کسی برسونن. فقط لطف کنید پشت پاکت اسم من رو به عنوان کشیش رسول، پستر رسول میتونید بنویسید، برای اونها بهتر قابل مفهوم هست. پستر رسول مینویسید، ارسال میکنید. اگرم به حال به نوعهای دیگه میخواد بپردازید، میتونید باز با شماره تلفن 818-716-4-0 با ما در تماس باشید. خواهش میکنم دست یاری به ما بدید، ما بتوانیم این شبکه روی ماهواره داشته باشیم و خدمتمون رو گسترده کنیم. میدونیم که ما دو هدف رو داریم پیش میگیم، یکی نجات ایرانی ها هستش از هلاکت، از دروغ، از مذهب دروغین شیطان، و دوم آزادی کشور عزیزمون ایران هست. ایستادیم، هر دوش من هدایت از خدا دارم و مطابق کلام خداوند ایستادم و ایمان دارم که ما شاهد آزادی ایران و نجات ایرانی ها نیز خواهیم بودش. پس تشویقتون میکنم عزیزان، اگر مایل هستید در این وقت که ما صبح چهارشنبه هست، صبح سه‌شنبه هستیم در خدمت شما، میتوانید با ما تماس بگیرید و موضوعات دعاتون رو بگید. اگر هم روی فیسبوک هستید، متاسفانه فیسبوک ما رو بلاک کردن، اما تشویقتون میکنم، ما الان روی یوتیوب داریم پخش میشیم، لطفا روی یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. شاید دارید ما رو تو تلویزیون میبینید، اما لطف کنید یه لحظه است دیگه روی موبایلتون برید و روی قسمت موبایل اگر بزنید شما کشیش رسول، بلا فاصله میاد، فقط اون زنگوله رو به اصطلاح بزنید و اون ما رو سابسکرایب کنید و این کمک میکنه موقعی که برنامه های ما برنامه های زنده هست و میاد روی یوتیوب به دست شما عزیزان نیز برسه. این هم خودش یک نمادی از خدمت و محبت شما عزیزان هستش که میتونه کمک کنه. من نمیدونم الان عزیزی هستن که ببینم اگر مایل هستن که با ایشون صحبت کنم. وقت شما بخیر، بفرمایید. خواهش می‌کنم جان، صبح شما بخیر. خیلی ممنون، مرسی. سال خوب داشته باشی. سپاس از مهر شما. مرسی. بهش خدا امرات باشه هر ساعت. ممنون. برای خانوادت سلامتی و برکت فقط از جانب خدا باشه. سپاس از مهر شما. ما الان روی ایر هستیم، شما میدونید الان ما رو از شبکه میبینید شما؟ نه، من بعضی موقع میبینم چیز محبت رو که روشن، بعضی موقع حالا خواهرسمی هم سال تبریک میگم. سپاس. خواهرسمی با ما نیستن و ایشون مسافرت هستن، ولی سپاس از این که لطف کردید با ما تماس گرفتید. تونستم بگیرم، من نمیتونم تکست کنم برادر. آخ جانم جان، خیلی دوست داشتم که با تو صحبت کنم. نظر لطفتون. سلام برسون. چش. امسال سال خوب باشه. همچنین برای شما خواهر گرم. برادر عزیزی. خیلی خوشحال شدم. منم همچنین. سال خوب داشته باشه. ممنون از مهر شما. ممنون از شما رو به دستان مسیح میسپارم. ممنون. خوشحال شدم. هر روز دعات میکنم. نیاز داریم. آره، هر شب و صبح که چیز موقع صبح و شب. سپاسگزاریم. خدا امراتت برادر. آمین. نمیترسیم، فقط خداوند شاد باشه. آمین. امروزم میرم سر کار، ولی آخ جانم جان، ما برای شما در دعا هستیم، شما رو به دستان پرفیض مسیح میسپاریم. بانوی گرامی، خواهر گرامی، من خودم بعدم باهاتون صحبت میکنم. فیض خدا باشه. خدا حافظ. برادر عزیز دیگه ای رو ما رو خط داشتیم، اگر بتونیم بگیریمش، که با من تماس گرفتن، در خدمتشون هستیم. درود بر شما. مرسی که شما اومدید روی خط و لحظه ما شما رو دست دادیم. در خدمتتون هستیم. خدا رو شکر. با خوبی شما میتونم تبریک میگم خدمت شما، سپاس. همه ایماندارای واقعی عزیز، خواهران و برادرای ایمانی. سپاس از مهر شما. میتونم از شما بپرسم از کجا زنگ میزنید؟ همون کشورم بگید کافیه. من از ایران تماس میگیرم، کشیش رسول شاهینم.
بله لطف کردید بعدش این. زنده باشید، خواهش میکنم. عزیزید عزیزید، در خدمتتون هستیم بعدش شاین عزیزم. بفرمایید. شهادت و گواهی درسته؟ بله بله، خوشحال میشیم اگر گواهی داشته باشید شاین جان، از شما بشنویم و این برنامه رو ما مختص دعا و گواهی گذاشتیم. سپاسگزار هستیم که از شما بتونیم گواهی رو بشنویم و اگر مطلبی هست در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم حتما. بله من گواهی ایمان خودم رو میخوام بدم. بفهم. خدمت تمام اونایی که این برنامه رو دارن میبینن، اولا خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه ایماندار شدم. خدا رو شکر. دوم از اینکه به مسیح ایمان آوردم و نجات یافته شدم. شکر شکر. من کشیش رسول عزیز تقریبا 14-15 سال پیش با مسیح آشنا شدم. سیارد. که اصلا یعنی دوست نداشتم آشناشم، یه مسلمان سرسخت بودم. بله. ولی خب همونطور خود من با ما صحبت میکنه با من هم صحبت شد از طریق یکی از برنامه های ماهواره‌ای و من به خاطر جلب توجه مسیحی شدم. عزیز. به خاطر اینکه بخوام جلب توجه کنم. آه بله. و لطف کردن از آمریکا برای من کتاب و سی دی و اینا رو فرستادن و من بعد چند وقت مطالعه کردم و من مسیحیم. بله. ایمان شد. ایمان یه موضوع بود که من خیلی از نوع ایمان ها بگم. بفهم. این که حتما قرآنشون رو بخونن اون چیزی که باور دارن. برابو برابو. علت داره این شهادت منه به خاطر اینکه زمانی که من مسیحی شدم ما یه فامیلی داریم به قول ایرانی ها میگن خانم جلسه ای و اینا، حالا بله نمیگم کی هستن ولی یکی از فامیل های نزدیکمونه. درست. من پیش اینا رفتم و با افتخار البته میگفتم که مسیحی شدم، ولی خب خداوند میدونه میخواستم جلب توجه کنم و اینا. اینا نشستم برای من صحبت کردن که نه قرآن اینطوری نی، اسلام این نیستش، اینی که این آخوندا میگن و فلان و اینا. به خودمون یه جوری بخواه من رو دوباره برگردوندن. من دوباره برگشتم گفتم من چه اشتباهی داشتم میکردم میخواستم مسیحی شم. پس خدا رو شکر دوباره برگشتم و مسلمون شدم. بله. یه مدت برگشتم دوباره به اسلام، ولی باز سختی های زندگیم برگشت تا پدرم یه دونه قرآن برام خرید. گفتش اینو خدا که از این طریق تو با خداوند آشنا بشی. بعد کشیش رسول من این قرآن رو 3 بار به فارسی خوندم و همین خوندن باعث شد که متنفر بشم از اسلام. بخواه واقعا کلام خدا نیست، شاید راحت بشن و بشنون، ولی خونن خودشون امکان نداره انسانی قرآن رو بخونه و مسلمون بمونه. مسلم. و دیگه وقتی که قرآن رو دونستم، اسلام رو فهمیدم چیه، دیگه صحبت های اون خانم و آقای جلسه ای هم نمیتونست اون تأثیر بذاره. مسلم. چون اگر چیزی به دروغ هم میگفتن که نه اینجا اینطور نیست و اینا، میگفتم کجای قرآنتون اومده، میتونستم با دلیل باشون صحبت. برابر برابر. و خدا رو شکر در ایمانم رشد کردم. 14 سال پیش آشنا شدم و تقریبا 2 ساله که خادمم رو خدمت میکنم. هللویا خدا رو شکر. و زنده باشید خواهش کنم. و در مسیح زندگی خوبی دارم خدا رو شکر. خدا رو شکر. آرامش داده به هم، به آرامش رسیدم. خدا رو شکر برای این وجود. و شکر برای وجود کسایی مثل شما. عزیزت خواهش کنم. که به امید خدا دست به دست هم بتونیم کلام خدا رو، مژده نجات خدا رو به تمام هموطنها، فارسی زبانها، حتی افغانیها، حتی تاجیکها برسونیم. برابر. چون برابر. همه اونها نیاز دارن، همه انسانها نیاز دارن. حقیقتا حقیقتا. و در آخر هم باز تبریک میگم خدمت شما عزیز خواهش. و اینکه یک چیز دیگه هم بگم خدمتتون که یک سارا خانومی به هم مادرشون بله ده یکی رو داده بودم خدمتشون، میخواستم گفتم که تو برنامه اسمشون رو اعلام میکنم. بله خواهش کنم. لطف کردی و من فرستاده مینیستری شما. لطف کردی، سپاسگزارم. برای پیشبرد کلام خدا استفاده. سپاسگزارم از مهر شما. از طرف هم از عزیزان تشکر کنید از اینکه اهمیت میدید. ما واقعا همیشه اعلام کردیم که میلی به این نداریم از عزیزانی که تو ایران هستن کمک مالی و یا 10-1 بگیریم، هدایا بگیریم. علتش این است که توی ایران میدونیم شرایط بسیار سخت هستش، اما 2-3 تا از هموطنان مسیحی وقتی با من تماس گرفتن
به من گفتن شما گفتید که 300 نفر میخواید و خدا به ما گفته ما جزوی از اون 300 نفر هستیم، حالا شما نمیخواید ما باشیم. اینجا شد که دیگه برم موندم و متقاعد شدیم به اینکه اگر عزیزانی براشون امکان پذیر هست هدایایی رو بفرستن به این شبکه حتی از ایران، ما میپذیریم. بنابراین اگر میخوان به عنوان اون 300 نفر باشن که بتونن روزی یک دلار حداقل کمک کرده باشن تا این شبکه روی ماهواره باشه. به هر حال سپاسگزار هستیم از شما بعد از شاهین عزیز برای خدمتتون، برای گواهی که دادید و همچنین از عزیزانی که لطف کردن هدایا میفرستن. ممنون هستیم و میدونم که مطابقات که کلام خدا میگه کلام خداوند ما رو برکت خواهد داد. درست که ما با مسیح بیزینس نمی کنیم، وقتی هدیه میدیم ما میدیم تمام، اما خداوند ما رو در نظر داره، محبت ما رو خدا به دلهای ما نگاه میکنه و اینم میدونیم که برها ما تو دنیای مادی هستیم، احتیاج به موقعیت مالی هم داریم برای رسیدن به اهدافمون. سپاسگزار هستم. اما یه سوالی دارم شاهین جان، من میخوام ببینم امروز شما که به مسیح ایمان آوردید نسبت به موقعیت روحیه خودتون و زندگیتون و عملکرد و طرز فکر و احساستون عوض شدید یا نه، یا فقط یک دین عوض کردید، مسلمان بودید حالا مسیحی شدید؟ چون میخوایم ببینیم چه تفاوتی رو شما خودت در خودت دیدی از زمانی که مسیح ایمان آوردی. سپاسگزار میشم اگر مایل هستید در این رابطه صحبت کنید. حتما، خواهش میکنم. من یه جوری به قول خودمون دو خط از آخرش بگم، این که عزیز. قبل از ایمان آوردنم مادرم منو یاقی صدا میکرد، ولی الان خدا رو شکر به آرامشی رسیدم، همونطور که کلام خدا هم میگه آرامشی میدم بهتون که نه دنیا میتونه بهتون بده نه میتونه براب. ازتون بگیره. براب. خدا رو شکر در قلبم آرامش دارم. هاللویا. یعنی شکر. به طوری که حتی اگر 100 سال من بخوام نهایت عمر کنم در سختی این آرامش رو دارم و میدونم که حیات ابدی نزد خدای پدر دارم و هیچ موقع اون حیات ابدی و ابدی در نزد درمان به سر داد عیش و نوش و گناه در این دنیا نمیفروشم. آمین آمین. خدا رو شکر، خوشحال هستم از آنچه که فرمودید و ایمان دارم همون روح خدا، روح القدس که در شما هست باعث شادی و قوت بیشترم خواهد شد نسبت به ملکوت او و رستگاری. برای سپاسگزار هستم، چرا که این خیلی مهمه. بعضی از هموطنان ما تصور بر این میکنن که ما دین عوض میکنیم. بارها عرض کردیم ما لا مذهبیم، سرور ما عیسی مسیح لا مذهب بوده، با مذهب کاری نداشته، چرا که مذهب ما رو در اصل به قوانینی تحمیل میکنه، ما اون قوانین رو انجام بدیم. اما در مسیح ما با عشق رابطه داریم. عشق من به خود مسیح، برابر برابر عشق من به خودم، خانوادم، خلق و خدا. بله 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 بله. به هر حال سپاسگزار هستم. من اومده هم تا شما رو از دین و مذهب نجات بخشم. بله بله، از اون ناآرامی ها. به هر حال سپاسگزار هستم شاهین عزیزم، ممنون میشیم که بازم از شما بشنویم. هر باری که براتون مقدور بود میتونید تماس بگیرید، اگر عوامل نیست شما رو به دستان مسیح میسپارم. همچنین در پناه خداوند باشید، وقت شما و دیگر ایمانداران رو نمیگیرم. سال عزیز. خوبی داشته باشید. سپاسگزارم مهر شما و پیشاپیش سال 2020 رو به شما شاد باش میگم. فیض خدا باشید. خواهش میکنم در ضمن که شیش رسول عذرخواهی میکنم، اینم من بگم. خواهش میکنم. همون پدری که برای من قرآن خریده بود الان ایماندار شده. هاللویا، شکر شکر. از طرف من ببوس پدرتون رو و تبریک بهشون بگید. خدا رو شکر. هاللویا، خدا رو شکر. شما رو به دستان مسیح میسپارم. همچنین مرسی، خدا بگیر. خدا حافظ شما. بله، کلام خداوند با سپاس فراوان بازم از این هموطن عزیز برادرمون شاهین، کلام خدا میگه تو و اهل خانوادت نجات پیدا خواهی کرد. میخوام قبل از اینکه بعد از اون یاسر جان لطف کنن یک سرودی رو آماده کنم بریم با هم ببینیم و بشنویم، برایش تو هموطن عزیزم که به مسیح ایمان آوردی اما هنوز خانوادت به مسیح ایمان نیاورده، اولا نگران نباش، نترس، تنها راهش محبته
بعد از محبت محبته، بعد از محبت هم محبته، نه محبت به زبان، محبت در فکر، محبت در احساست، یعنی بهش ایمان داشته باشی، و محبت در فعله که اون رو انجام بدیم. حتی هوشیار باشیم عزیزانی که مسیح ایمان میآورید، از ذوق و هیجانتون نسبت به کلام خدا که شما رو آزاد میکنه، به شما امید میده، قوت میده، میل به این دارید که این تعالیم رو به دیگران بدید. مثلا به دیگران بگید ببخش، غیبت نکن، دروغ نگو، بسیار عالی است. اما این هوشیاری داشته باشیم. سرور ما عیسی مسیح، خداوند ما، در اعمال رسولان باب 1:1 اعلام میکنه به آنچه که عمل کرد تعلیم داد. یعنی مسیح اول عمل کرد و بعد تعلیم داد. پس تو هم وطن عزیزم که مسیح ایمان آوردی، هر کجای جهان هستی، این رو بدون تو یک مسئولی. مسیحیت مسئولیت، مسئول هستی نسبت به خودت که زندگی پاک و خوبی داشته باشی، نسبت به خانوادت که رابطه خوبی با اونها داشته باشی، نسبت به خلق خدا، و اون نشون دهنده این هست که شما نسبت به خدا چه رابطه خوبی داری، و به اون میگن عدالت. رابطه خوب انسان با خدا میشه عدالت، چرا این هدف مقدس خلقت بودش. هموطن عزیزم، پس بشارت رو بده اما اعمال خودتو نگاه کن، بعد بشارت بده. محبت کن به دیگران، تعلیم بده به دیگران، اعمال خودت رو ببین، تقدیس کن. حتما ما هر روزه اشتباهاتی میکنیم، هر روزم گناه میکنیم. اگر اشتباه نکنیم، اگر گناه نکنیم، داله بر این هست اصلا انگار ما زنده نیستیم. دوستی میگفتش که انسانهای خوبی رو میشناسم، خیلی آروم هستن، هیچ گناهی نمیکنن. گفتم کجا هستن اینا؟ گفت تو قبرستونن، مرده ها. مرده ها هیچ اشتباه نمی کنن، گناه هم دیگه نمی کنن. ما زنده هستیم، تا زنده هستیم اشتباه می کنیم، اما از کلام خدا آموختیم. چندین هزار سال هست کلام خدا به ما آموخته که وقتی گناه می کنیم در حضور خدا توبه کنیم، وقتی اشتباه می کنیم از اون شخصی رو که باعث آزارش شدیم پوزش بخوایم. حتی اگر نسبت به خودمون، نسبت به خودمون اگر می بینیم اشتباهی کردیم در خلوتگاه، حتی از خودمون عذر بخوایم که ما دیگه این کارو نمی کنیم. چرا که این بدن، بدن خدا هست که به ما داده، پیکر خدا هست که در وجود ما قرار بگیره. همون گونه که در کلام خداوند اول قرنتیان 3:16 و 6:19 اعلام میکنه، پولس رسول اعلام میکنه بدنهای شما پیکر خداست. ای به حج رفته کجایی؟ کجایی؟ معشوقه همینجاست، بیایید بیایید. و کسی که مسیح ایمان میآورد صاحب چنین برکتی میشه. مجده خبر خوش انجیل همین هست که دیگه نه مکه نه اورشلیم، بلکه خانه خدا در قلب تو هست. هرچند مکه هرگز خانه خدا نبوده، اونجا بتخونه بیش نبود، و الان فقط بتخونه الله هست که یکی از بتها در دوران شخصی به نام محمد که پیامبر اسلام میگن، خودش هم چه بسا که خودش به عنوان پیامبر قبول نداشت، چون حزبی رو داشت ایشون مدیریت میکرد به نام حزب الله رو، ولی بعداً تبدیل به یک باور مذهبی شد، چرا که بهتر میتونستن انسانها رو استعمار فکری و بعد استعمار فعلی بکنن، در فعل و اعمال از اونها نیز بکشن. همون گونه که 40 سال هست نظام اسلامی داره ملت ما رو در رنج و درد قرار میده فقط به خاطر یک باور اسلامی. خودت رو از این باور اسلامی آزاد کن هموطن عزیزم، تا دیگه نظام اسلامی روی تو تسلط نداشته باشه، شیطان روی تو تسلط نداشته باشه. و اگر به مسیح ایمان بیاوری، این رو بدون خدا سپر تو میشه در برابر حملات شیطان و از تو حفاظت خواهد کردش. خطی رو داریم میگیریم، اگر وقت شد میریم با هم سرودی رو هم نیز بشنویم. وقت شما بخیر، بفرمایید. خواهش می‌کنم. درود بر شما مریم، من از استرالیا. درود بر شما، سپاس از مهر شما خواهر مریم عزیز. از ما پیشاپیش به شما تبریک میگیم سال جدید 2020 رو. خیلی متشکرم. من هم پیش البته برای شما روز بعده، برای ما، برای ما دیشب به اصطلاح انجام شده. بله، پس پیشاپیش نداره، انجام ندادن. آخ جان، انجام ندادن به خاطر آتش بازی رو انجام ندادن در ایالت ما، به خاطر اینکه آتش سوزی اتفاق. بله بله، خیلی متاسفیم. مال سال قبل رو البته نشون دادن.
بله. ولی من خواستم که یک معجزه که اولا از شهادت این برادرمون که برادر شاهین واقعا لذت دادم و خوشحال شدم واقعا ما هم همچنین که چنین ایماندارایی واقعا نمیدونم خداوند رو فقط شکر میکنم برای شکر. آمین و لذت بردم از شهادت. آمین. ولی معجزه‌ای که در همین دو سه روز پیش اتفاق افتاده بود میخوام دم عرض کنم خدمتتون. بفرمایید اگر اجازه بدید. خواهش کنم بفرمایید. خبر داریم که اینجا یعنی توی نزدیک سیدنی آتش سوزی مهیبی اتفاق افتاد. بله مدت شد. بله کاملا سوخت. بله بله. اما یک معجزه ای که در اثر دعای ایماندارا اتفاق افتاد و فقط تلویزیون اینجا تلفن تلویزیون یکی از کانال های تلویزیون اینجا خیلی سریع رد کرد و گفت ولی علی زادش بعد می‌خواستم من عرض کنم که در اثر تو این همه این یه عده از ایماندارا محاصره شده بودن. بله. در توی آتش و جایی نداشتن برن به کلیسایی نزدیک همون نزدیک یا پناه برده بودن. درست. و دعا کرده بودن و در اثر واقعا جلال از آن خداونده آمین باد وای نیسته بادی که داشته به طرف اینا می اومده وایستاده، یعنی باد تموم شده بوده در حالی که طوفان بوده، طوفان واقعا داغ. درست. باد وایستاده بوده خودش. و جهتش رو عوض کرده. هللویا. جهتش رو عوض خودش. کرده و به طرف اینا نیومده خودش. و اینا تلویزیون این استرالیا یکی از کانالاش نشون داده خودش. و چند نفر که در همین حولهوش همین جا بودن و این معجزه رو میبینن همون موقع ایمان میارن. هللویا خدا رو شکر. هدف خداوند از این حتی این آتش سوزی میگن من همیشه به این رومیان 8:28 اعتقاد دارم به همه چیز برای خیریت آنانی که آمین. خدا رو دوست دارن و بر حسب اراده او برگزیده شدن در کار حتی این آتش سوزی باعث شده که اینها یعنی این معجزه اتفاق میفته در این زمانه که توی این میدونی که خبر هست. بله و حاضر نیستن تلویزیون رو درست نشون بدن و امیدوارم که در اثر اصراری که مردم ایماندار کرده باشن تا این اخبار رو دو مرتبه نشون بدن که مردم چگونه دیدن که باد در اثر دعا باد ایستاده، یعنی اول سرعتش کم شده و ایستاده و جالب اینجاست که اینجا برای ما بارون و باد با هم شد. یعنی بارون که کاملا آتیش خاموش شد اصلا آتیشی که دور بر ما بود خاموش شد. خدا رو شکر بارون. یعنی خداوند واقعا محبتش رو من نمیدونم واقعا میگم باید شد گذار باشیم. آمین که خود مردم بدونن کشش بردون اگر مردم بدونن که خداوند چقدر مهربونه و من چقدر مهربون هست همه ایمان میارن. ولی ببخشیم که من این صبح زودی یعنی صبح ساعت 5 بود و تا از خواب بیدار شده بودم. آخ جانم لطف کردی لطف کردی خدا رو شکر میکنم برای وجود شما و همچنین شما تمام خواهر برادرای ایمانی که دارین تلاش میکنین برای اینکه مردم رو آگاه بکنین و برای مردم ایران دعا میکنین. آمین که آمین که این خدمت عزیزه. خیلی من درود بفرست خدمت خانواده. سپاس از گواهیتو. ممنون شما رو دستان مسیح میسپارم. خدا رو شکر کارهای عجیب خداوند رو ما پیوسته شاهد هستیم و اگر کتاب پیدایش ملاحظه بفرمایید کلام خداوند وقتی میگه خدا جهان و انسان رو در 7 روز آفرید در انتهای آنچرا که انجام میده طبیعتی که میآفرینه و حیوانات و گیاها همه رو میگه خدا نگاه کردید نیکوست. پس بنابراین خدا آنچرا که آفریده به استاندارد 100% نیکویی آفریده. اما متاسفانه چون
انسان از اون هدف اصلی خلقت مطابق کلام خدا دور شد و از اون ماهیت و هویت گرفته شد، از آغوش خدا اومد پایین و به پیروی نقشه ها و تصورات و تفکرات خودش و بدتر از اون شیطان نیز عمل کرد، ما میبینیم که از اون استاندارد طبیعت بدنش جدا شد، مریض میشه، افسرده میشه، خسته خاطر میشه. و طبیعتی هم که ما میبینیم مسلما کره زمین در یک جایگاهی هستش که باید زلزله بشه، باید طوفان بشه، حتی شاید لازم باشه که برای یک مدتی آتش سوزی هم یه قسمتی میشه، اما قرار بر این نبود که انسان از بین بره، چرا که آنچه را که خداوند وعده داده بود انسان شکل خدا آفریده شده بود، بدن ما بدنی پرمقاوم بود در برابر طوفان‌ها، آتش، زلزله و حتی حملات حیوانات. و این رو من نمیگم، کلام خداوند در کتاب پیدایش یک داره اشاره میکنه که خدا به انسان قدرت و توانایی رو داد که بر زمین، بر آسمان و اعماق دریا تسلط داشته باشه. حالا اگر میبینیم امروز یه نفر با پشه مالاریا میمیره، علتش خدا نیست عزیزان، علتش این هست که ما از اون ماهیت به هدف اصلی خلقت دور شدیم. حتی آنهایی که ادعا دارن خدا دوست هستن، مانند هموطنان ایرانی، مانند گذشته خود من که من خدا دوست بودم اما خدا شناس نبودم، در خداشناسی ویژگی‌های خاصی داره که ما با شناخت اون ویژگی‌ها می‌توانیم به ماهیت خودمون برگردیم. اگر وقت بشه بعد از یک سرودی که یاسر عزیزم لطف می‌کنم می‌ذارن درباره‌اش صحبت خواهم کرد. ضمناً سپاسگزار هستم از یاسر عزیز، مسئول اتاق فرمان و مدیریت فنی شبکه امید جاودان. میبینید پایین صفحه تلویزیون رقمی رو میبینید که در از ساعتی هستش که داره کم میشه، ما 13:35 و همینطور داره ثانیه ها کم میشه، 13 ثانیه 12 ثانیه، دیگه سال اینجا تحویل میشه و سال 2020 رو ما در کالیفرنیا خواهیم داشت. باز ایالت‌های که خیلی دور هستن ساعت و زمانشون متفاوت، چون اختلاف ساعتی دارن با ایالت کالیفرنیا، ولی ما 13:30 تقریبا اینجا با سال جدید روبرو خواهیم شد. همون گونه که خواهر مریم تماس گرفتن از استرالیا، خیلی از کشورهای دیگه هستن که الان سال تحویل شده و سال 2020 رو وارد شدن. پس میتونید به اون تاریخ، به اون ساعت هم نگاه کنید که داریم نزدیک میشیم به سال جدید. میریم برمیگردیم، لطفاً با ما باشید. عزیزانی که مایل هستید تماس بگیرید، لطفاً با شما تلفن 818-716-4-0 818-699-1615 میتونید تماس بگیرید. عزیزانی هم که واتساپ منو دارن میتونن فعلا تماس بگیرید، اما در آینده ما یه شماره مخصوص برای واتساپ به شما عزیزان خواهیم داد.
شیش رسول عزیز و پرستگان کلیسای پرستگان مسیح. خواهر برادرمون مسیحی در کلیسای پرستندگان مسیح، آرزومندم سالی که در پیش داریم با این فعالیتی که شبانه روزی کشیش رسول انجام میده از دست این دشخیمان و گور صفتان رها شویم. در نام قدوس عیسی مسیح از خدا میطلبیم. آمین. من هم همینطور کریسمس رو تبریک میگم و خوشحالم از این که ما توسط خداوندمان عیسی مسیح نجات پیدا کردیم و آرزو میکنم که در سال آینده در چنین ایامی در ایران باشیم و بتونیم جشن کریسمس رو همراه با هموطنهای خودمون جشن بگیریم و در کلیسای پرستندگان مسیح که کشیش رسول. آمین. و تشکر میکنم از همه زحماتتون و برکت روز افزون خداوند رو برای شما آرزو مندم در نام عیسی مسیح. آمین. سلام عرض میکنم خدمت کشیش رسول عزیز و همه بینندگان محترم شبکه امور جاویدان. شب کریسمس رو در اینجا جشن گرفتیم در کنار سایر هموطنان. از این فرصت استفاده میکنم کریسمس رو، تولد عیسی مسیح رو و همچنین سال نو رو، سال 2020 رو به تمامی شما عزیزان، به تمامی هموطنان عزیزم تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی رو گذرونده باشید و سال خوبی در پیش خود داشته باشید. امیدوارم که این سال سال پر از صلح، پر از آرامش، پر از آزادی برای وطن عزیزمون ایران عزیز و همچنین برای ایرانیان عزیز باشه. خیلی خیلی تشکر میکنم از شبکه امید جاویدان، از همه دلسوزیاتون برای هموطنان ما و امیدوارم که در پناه خدا باشید. با سپاس از همه عزیزانی که لطف کردن و از کشورهای مختلف برای ما کلیپ‌های فرستادن. متاسفانه ما نتوانستیم همه اینها رو تنظیم کنیم و پخش کنیم. علتش این بود که خب یه چند روزی هم استودیو تعطیل بود به خاطر ایام کریسمس. خادمین کلیسا به هر حال مشغول زندگی خودشون و برنامه جشن ها و اینم عرض کنم ما فقط در شبکه امید جاودانی خدمت رو نداریم. قسمتی از خدمت ما الان تقسیم شده در کلیسای پرستانان مسیح هم هستش که با فیض خداوند حتما فیلم هایی رو آقای یاسر عزیزم زحمت خواهند کشید پخش میکنن. از اون روز جشن بسیار خوبی رو داشتیم در 22 دسامبر و مهمانان بسیاری اومدن و بیش از 20 نفر قلبشون رو به مسیح دادن در اون جشن و این خودش یک برکتی هستش که نشون میده ایرانی ها تشنه حقیقت هن. ایرانی ها تشنه محبت هستن و خدا با ایرانی ها کار بسیار بزرگی داره. هموطن خوبم، در ابتدا البته تلفن ما باز هست عزیزان. یک بار دیگه میگم چون خیلی از شما عزیزان فکر کنید شاید این برنامه تکرار هست، این برنامه تکرار نیستش. صبح سه شنبه در لس آنجلس هست. اگر احیانا تکرارش رو میبینید تو این زمان نیستش دیگه اون موقع لزومی نداره زنگ بزنید، هرچند خادمی در خدمت شما هستن برای پاسخگویی به تلفناتون. اما الان ما برنامه‌مون زنده هست. هموطنانی که توی ایران هستن میتوانید اگر سوالی دارید، اگر موضوع دعایی هستش بگید، براتون دعا کنیم، برای سال جدید 2020 براتون دعا کنیم. اگر گواهی دارید، اصطلاحا ایماندارا میگن شهادت، ما یک کلمه شهادت رو برداشتیم، نه که بده، نه که گناه داره، خیر، بلکه میخواییم با جملاتی که تعریف بهتری رو میگه ما صحبت کنیم. حتی من واژه ها رو در طول 12 سال به تعریف درستتر سعی کردم برای شما عزیزان ارائه بدم که یک معنی خاصی داشته باشه. گواهی رو وقتی که میگیم مشخص از گواهی و گواهی که خیلی میگن گواهی، عزیزان از کلام خدا گرفته شده، آنچه را که خدا انجام میده در زندگی ایمانداران. ولی کلمه شهادت چون تشبیه باز هم
ردیف قرار میگیره با کسی که به خاطر خدا به اصطلاح کشته میشه یا به خاطر کشورش کشته میشه، بهش میگن شهید. درسته باز یک تعریفی رو داره، همون تعریف رو میرسونه. میخوایم جایگاهش رو مشخص کنیم. پس از ایمانداران خواهش میکنم عادت کنیم این واژه رو گواهی بگیم. اسم این برنامه ما هم هست گواهی و دعا. اما مزمور 112 که مزمور 112 یکی از مزامیر 150 کتاب به نام مزامیر هست که میدونیم نویسنده های اون موسی هستش، سلیمان هستش، داوود هستش و سرایندگان قوم اسرائیل هستن که در اون صحبت من. و این کتاب کتاب شعری نیز میگن، کتاب سرود نیز میگن، سرود ملی میگن. و مزمور 112 مشخص نیست نویسنده کی هستش، ولی مشخصه که این نویسنده خدا ترس هست. میگه سعادت داره، در ابتداش میگه سعادت شخص خدا ترس. اما من قبلا هم عرض کردم خدمتتون عزیزان، این خدا ترسی با اون ترسی که ما اصطلاحاً استفاده میکنیم توی صحبت عام، که میدونیم من قبلا هم حدود 10 سال پیش درباره ترس موعظه کرده بودم، یک ماه موعظه هر یک شنبه داشتم که سعی میکنیم اگر بتونیم توی این چند روز اونها رو دوباره پخش کنیم برای شما عزیزان. ما گاهی میترسیم و این ترس شرطیه که از دوران کودکی میتونه با ما باشه که به اون همون فوبیا رو میگن، که شخص وقتی دوباره برخورد میکنه با اون اتفاقی که در دوران کودکی براش پیش اومده، چه اصلا ذهنیتش به یاد داشته باشه و چه ذهنیتش به یاد نداشته باشه، اون ترس اون رو میگیره و استرس اون رو میگیره، اذیتش میکنه. ترس لحظه‌ای داریم که اونو استران وحشت میگن، که یک دفعه شما میبینی نفر از پشت دیوار میاد بیرون، بعد شما یه جا میخوری و میترسی. و ترس تحمیلی داریم که متاسفانه روی تعلیمات اشتباه که توی اسلام بسیار هست ترس تحمیلی، و البته اکثر مسلمان ها متاسفانه فوبیا دارن، چرا که با این باور اسلامی فوبیا میاد. متاسفانه بیشتر هم روی زن ها هست این فوبیا، به خاطر اینکه میترسن حجابشون رو بردارن، فکر کنن اتفاق بدی میفته، روسریشون رو کنار بزنن، زیبا رو باشن، چرا که همه اینها تو قرآن اومده که گناه هستش و یک سرزنشی اون رو میگیره. و همیشه این احساس ترس با یک زن مسلمان متاسفانه هست، زنها مسلمان، مگر اینکه زنی ادعا میکنه من مسلمانم اما قوانین و آنچه را که در قرآن هست رو انجام نمیده. و حتی خب کشور اسلامی میدونیم که به خاطر قوانین اسلامی میتونه یک مرد 4 تا زن داشته باشه و میتونه 100 تا صیغه‌ای داشته باشه، آزاد هستش. زنهای همیشه این ترس رو، یک زن مسلمان این ترس رو داره که همسرش بره زن دوم بگیره، حتی به پنهان. و خیلی از این اتفاقام توی ایران پیش اومده، حتی زمان شاه هم پیش میومد. درسته که اون موقع چنین تبلیغات نبود در زمان محمد رضا شاه، اما به هر حال کسی که باور اسلامی داشت یه آخوند میتونست اونو متقاعد کنه تو میتونی زن دیگه هم داشته باشی. و این رعب و وحشت در زنهای مسلمان هست، پس این مثل فوبیا شده در وجودش. ترسی هستش که این ترس بر اثر استعمار و ظلم و ستمی هستش که شخص روبرو میاد، مثل نظام اسلامی که مردم رو داره میترسونه، مردم رو تهدید میکنه. ترس تهدیدی هستش و تحریکی هست، تحریکشون میکنه، میترسونتشون اینها. اما کلام خدا نمیخواد ما از خدا اینجوری بترسیم، هرگز هرگز. این کلمه ترس باید توضیح خودش رو داشته باشه توی کلام خدا. اگر ما در مزمور 112 میخونیم خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد، این نیستش که بترسه ناراحت باشه. این رو بدونید، در اسلام حتما باید مسلمان ها از الله بترسن، چون الله دستورالعملش اینه. اگر کسی از این دین بیاد بیرون، خب اون کافره، خونش مباهه، باید اونو کشت. اما ما در مسیحیت چنین چیزی رو نداریم. پیام انجیل خوش مسیح این نیستش که کسی به مسیح ایمان نیاورد اون رو باید بگیرن بکشن، هرگز هرگز. در کتاب مکاشفه 3:20 عیسی مسیح میگه من در پشت قلب تو ایستاده ام میکوبم، اگر درو باز کنی تو آزادی. چون خدا اولین برکتی که به انسان داده آزادیه. هموطن عزیزم، چرا من اینقدر از آزادی ایران صحبت میکنم؟
به خاطر اینکه این اولین برکتی بود که خدا به انسان داد. چرا انسان ها آزادی رو دوست دارن؟ چون این اولین برکتی بود که خدا به انسان داد، اولین گیفتی بود، هدیه‌ای بود که خداوند به انسان میده آزادی رو. پس هرگز خدای ما یهوه نمیخواد آزادی ما رو بگیره. پس میگه من در پشت قلب تو ایستادم، میکوبم، اگر در رو باز کنی من میام تو. یعنی اجازه من و شما رو میخواد، ولی در اسلام این گونه نیست. میگه باید اشهدتو بخونی، اگر نخونی سرت بریده میشه، اگر نخونی خانوادتو میکشیم و قوانین سخت دیگه‌ای که خب درش داریم. برای همین هست بیش از 400 آیه ما درباره جهاد داریم، درباره کشتن داریم. درسته شاید تو هموطن عزیزم که امروز باور اسلامی داری، از والدین خوبت گرفتی این باور رو، اونها اعمالشون اصلا اسلامی نیستش، اونها رفتارشون رفتار ایرانیه، ولی تصور میکنن که این باور درسته چون تحقیق نکردن، مجال تحقیق ندارن. کجا تحقیق کنن؟ کدوم کتاب؟ اسلام فقط کتاب سوزی کرده، کتابا رو سوزونده، حتی کتابای خودشون هم میسوزونن. یعنی اگر یک مسلمان لیبرال شما پیدا بکنید که بیاد بگه این جمهوری اسلامی اسلام حقیقی نیست، اونم میگیرن میکشن، و کتابی هم داشته باشه کتابش آتیش میزنن. الان شما ببینید اینا اینقدر میگن دکتر علی شریعتی، دکتر علی شریعتی کو؟ کتاباش کو؟ چرا دیالکتیک دکتر علی شریعتی رو کسی نمیتونه بخونه؟ من خوندم البته، هرچند ایشون کتاب ننوشته، همیشه گفتارش بوده و نوشتن، و معلوم نیست دکتر شریعتی هم شاید به مسیح ایمان آورده. چرا که ما میبینیم شما بالای سر قبر دکتر شریعتی هم در سوریه برید، یه آیه هست از درس نامه یوحنا هست، با یوحنا 1:4-8 میگه خدا محبت است. خدا محبت است در قرآن نیست، خدا محبت است در انجیله. ما نمیدونیم چه اتفاقی برای دکتر شریعتی هم افتاده. امیدوارم با فیض خداوند نجات پیدا کرده باشه، اما سخنان اون باعث نجات مردم نشد متاسفانه، چرا که اندیشه باز اسلامی بود، اونم فریبکاریه. امروز هم ما میبینیم خیلی ها هستن که میگن این نظام اسلامی اسلامی نیستش، این اسلام حقیقی نیست. عزیزان من 14-15 سالم بود وقتی که انقلاب شد، همین صحبت ها رو همون موقع شنیدیم. مگر محمد رضا شاه به امامزاده ها نمیرفت؟ مگه امام رضا نرفت؟ مگه نماز نخوند؟ مگه مکه نرفت؟ مگه نماز نخوند؟ اون با یک باور اسلامی خودشو معرفی کرد. نمیدونیم زمانی که رفت آسمان شاید ایشون هم به مسیح ایمان آورده باشه، چرا که بیلی گراهام 12 ساعت یا 6 ساعت یا 12 ساعت فکر کنم با ایشون وقت داشته و با ایشون صحبت کرده. نمیدونیم واقعا آیا ایشون هم به مسیح ایمان آورد نیاورد، نمیدونیم. ولی خب زمان محمد رضا شاه که ایران یک کشور اسلامی بوده، قانون اساسیش رو نگاه کنید، قانون اساسی شما زمان شاه رو نگاه کنید اسلامی بوده، الان خیلی اسلامی تره، ولی اون موقع هم اسلامی بود. ولی همین آخوندا به باورهای قرآن اومدن گفتن که اون حکومت گفتن این اسلام حقیقی نیست، اسلام حقیقی رو میخوایم درست کنیم، پیاده کنیم، و نظام اسلامی رو گذاشتن، جمهوری اسلامی رو گفتن. آخوندها هم عزیزان لطفاً اپوزیسیونه عزیز، مردم نگید اینقدر رژیم آخوندی، درسته که آخونده حاکمن، اما این آخونده از باور اسلامی دارن صحبت میکنن. خواهش میکنم هوشیار باشید، هوشیار باشید. تمام رنج و زجر و ظلم و ستم و فقر و فسادی که در ایران هست به خاطر قرآن اسلامه. اینقدر نگید آخونده، آخونده این ایدئولوژی را کجا آوردن؟ این ایدئولوژی از تو خود قرآن اومده بیرون، از اسلام اومده بیرون. داعش از کجا آورده بیرون؟ بله که از الله باید ترسید، اما از یهوه نه. وقتی ما صحبت از ترس از خداوند میکنیم، این نیستش که ما از اون بترسیم مانند مسلمان که از الله میترسن. خیر، براتون تشریح خواهم کرد. در بازم میگم مزامیر 112 اعلام میکنه خوشا به حال کسی که از خداوند می ترسد و در وصایای او رغبت دارد، یعنی عاشق اون هست، یعنی درک می کنه. پس بنابراین با یک شناخت درستی خداوند می خواد ما با او ملاقات کنیم، و وقتی که ما با او یک شناخت درستی رو داریم این گونه نیز خواهد بود. ترس خداوند برای ما از 4 ذات خدا صحبت می کنه که عشقش رو ما می ده. 1. حکمت خدا، 2. محبت خدا، 3. عدالت خدا، 4. رحمت خدا. آیا ما باید از عدالت خدا بترسیم؟ آیا ما باید از محبتش بترسیم؟ آیا ما باید از حکمتش بترسیم؟ از رحمتش؟
از حکمت، ولی ممکن اینا رو دوست داریم. کدوم انسانی هستش که عدالت رو دوست نداشته باشه؟ و خداوند سرشار از عدالته، سرشار از عشقه، سرشار از رحمته، سرشار از حکمت و محبت هستش. چه انسانی هست که از اینها بخواد بترسه؟ بلکه قرار هست ما اینها رو بشناسیم. پس اگر ما روبرو میشیم در بایبل، در کتاب مقدس و انجیل عیسی مسیح که ترس خداوند رو میبینیم، یعنی شناخت خداوند. و در کتاب هوشع سریعاً میگه قوم من از عدم شناخت من هلاک شدن. پس قرار نیست ما از یهوه بترسیم، قرار او رو بشناسیم، عدالتش رو، رحمتش رو، محبتش رو، حکمتش رو بشناسیم، چرا که او به ما کمک خواهد کرد تا ما به او وفادار باشیم. وقتی که من خدا رو خوب میشناسم بهش وفادار هستم، وقتی من وفادار هستم مسئول پذیرم، منظم هستم، پس بنابراین دقیق هستم. یک انسان منظم، یک انسان دقیق هستم و یک انسانی هستم که مسئول پذیر هستم. و همچنین من وقتی خدا رو میشناسم، من عاشق خدا هستم. این عشق هستش که به ما کمک میکنه که ما به خدا یک احترام قلبی بذاریم، نه احترام دیسیپلین دنیوی. که یادم هست ما وقتی بچه بودیم میگفتم پامون رو نباید جلو بزرگترها دراز کنیم، باید جمع کنیم. اینو بی احترامی میدن. بعد بلند میشدیم شاید هزار تا کار خلاف میکردیم که بزرگترهای ما دوست نداشتن. خدا اینو از ما نمیخواد. خدا میخواد قلبا ما عاشق او باشیم. وقتی من قلبا عاشق او هستم به او احترام میذارم. وقتی ما یه نفر رو دوست داریم قلبا بهش احترام میذاریم. حالا اون احترام داله بر این نیستش که من حتما باید دلار راست بشم، دست به اعمال فیزیکی بزنم. خیر، بازم قلبم هست، اونو دوست داره و سعی میکنم اونو هپی کنم، اونو خوشحالش کنم. و نیز دلسوز هستم نسبت به اراده او، نسبت به خدماتی که به من داده، حالا بشارت هستش. و همچنین راغب هستم به کلام خدا و دعا. و به زور من نباید صبح بلنشم نماز بخونم. سلیمان در کتاب امثال بسیار زیبا میگه، آیش یادم نیست، میگه آن دوستی که تو را صبحگاهان صبح زود بلند میکنه با داد و تشر که برو در حضور خدا دعا کن، این رو بدون که اون برکت تبدیل به لعنت براش میشه. خیلی هزار خورده سال قبل از اینکه محمد بخواد برفرض ادعا بکنه که از طرف خدا هست. پس تو هم وطن عزیزم این رو بدون، ترس از خداوند شناخت خداست. اما این در اسلام نیست، این فقط تعریفش در انجیل مسیح هست، تعریفش در عهد عتیق هست، عهد جدید هستش. پس منی که خدا رو میشناسم، من مقتدر هستم، من اون اقتدار رو دارم، من اون اتوریتی رو دارم که به من این ایمان رو میده که باعث میشه که من با قدرت دعا کنم، با قدرت از کلام خدا صحبت بکنم، باعث خواهد شد که من آرامش داشته باشم، اون صبر رو تو مشکلات و سختی ها من استقامت داشتم، چون میدونم که خدا کمک من میکنه، میدونم که خدا بابای منه. خدا یه بوتی به نام الله نیست، یه خدایی به نام الله که باعث این همه درد و رنج و جنگ و سربریدن و دست بریدن و اینها نیستش. اون خدا رو حتما، اون الله رو باید ازش ترسید، باید از اون ترسید. اما عاشق یهوه باشید، خدای حقیقی، همون خدای حقیقی که خدای کوروش بود، کوروش بزرگی که ما افتخار میکنیم بهش و نیز باعث شادی ما خواهد شد که در هر شرایطی ما شکرگزار باشیم. وقتی که خدا رو میشناسیم با خودش این برکات رو نیز خواهد داشت. در این رابطه بسیار میشه صحبت کرد اما وقت آنچنانی نداریم. فقط اجازه بدید من این آیات رو براتون بخونم و هدیه کنم به شما هموطنان عزیزم. و خواهش میکنم هموطن عزیزم، داریم وارد سال 2020 میلادی میشیم، فکرت رو، احساست رو، اعمالت رو الان تقدیس کن. ببین کجا اشتباه ایستادی در سال گذشته. ترس هات رو، نگرانی هات رو، خستگی هات رو، افسردگی هات رو، همه رو بده به دستای مسیح. اگر کینه ای در دلت هست، تسلیم مسیح کن و ببخش و بذار شادی و آرامش و قوت بیاد در تو. شاید خیلی از دوستان ما، هموطنان مسلمان ما امروز از صحبت ها و عرایض من تعجب کنه، تو ناراحت بشه چرا درباره اسلام این گونه صحبت میکنم. هموطن خوب ما که به نام شاهین تماس گرفت، گفت من قرآن رو خوندم، به مسیح ایمان آوردم. خواهش میکنم قرآن رو فارسی برید بخونید،
خواهش میکنم این رساله هایی که آخوندا نوشتن رو برید بخونید، برید بخونید، فقط نخرید. عذر میخوام، امیدوارم باز به کسی بر نخوره. ما ایرانی ها بیشتر کتاب میخریم تا بخونیم. این تحقیقات ثابت کرده بود، من اینو از خودم نمیگم، تحقیقات متاسفانه ثابت کرده. لطفا قرآن رو بخونید. نام برمیگه به تاریخ ما، به تاریخ گذشته. هی گفتن اینو نخون گناه داره، اونو نخون از طرف خدا نیستش، و همش ترسوندن نقاشی نکن. بله یه زمانی همین آخوندا از باورهای اسلامیشون گفتن نقاشی گناه داره، عروسک تو دست درست کنی، عروسک بسازی، مجسمه بسازی، گناه داره، عکس و گناه میدونستن. پدر خود من میگه وقتی که ما قومی هستیم، پدر منم عروسش تو قوم بوده، میگه وقتی که دوست من که عکاس بود اومد عکس بگیره، گفتن نه گناه داره، عکاسو انداختن بیرون خونه که عکس نندازه. یه یادگاری نباشه. اینا از باورهای اسلامی میاد. درست آخونده گفت، آخوند معلمیه از طرف اسلام و قرآن. آخه چرا ما نمیخوایم اینو به این راحتی بپذیریم؟ هی میگیم رژیم آخوندی، رژیم آخوندی. عزیزان این نظام اسلامیه، تازه 100% نیست. داعش یه خورده نزدیک به اسلام. تازه شما تاریخ اسلام ببینید دیگه، چقدر ظلم کرد محمد، علی، محمد، حسن، حسین، اینهایی که شدن بت ایرانیا. برای همین بی برکتی در کشور عزیز ما هست. به طور خاص این 40 سال نباید ما الان بیدار بشیم. زمان محمد رضا شاه نظام اسلامی نبود، ولی مردم مسلمان بودن. ولی ثمرش شد چی؟ 40 سال الان گرفتاری و بدبختی. و این از باور اسلامی میاد عزیزان. دو تا چهار تا به خودمون بیایم لطفا. در مزمور 112 اعلام میکنه هللویا، خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد، یعنی او را میشناسد، و در وصایای او بسیار رغبت دارد، یعنی که میلش هست و احترام میذاره. ذریتش در زمین زورآور خواهد بود، طبقه راستان مبارک خواهد شد، توانگری و دولت در خانه او خواهد بود. تضمین زندگیش خدا خواهد بود. خدا من و تو رو تضمین میکنه وقتی که او رو میشناسیم. خدای ما عشق، خدای ما عدالت، خدای ما رحمت، خدای ما حکمت، و در حکمت او قدم برمیداریم عزیزان. و عدالتش تا به ابد پایدار هستش. و خدا ما رو به خیرت میخونه. اگر حکمت و حکمت رو نداشته باشیم چگونه میتونیم تو عدالت قرار بگیریم؟ اگر حکمت نداشته باشیم چگونه میتونیم محبت درستی داشته باشیم، رحمت درستی داشته باشیم؟ از این رو هستش که در مزمور 111 آیه 10 اشاره به این میکنه، میگه ترس خداوند یعنی شناخت خداوند ابتدای نیکویی است، حمد او پایدار است. پس هموطن خوبم، خدا رو بشناس، اما خدای حقیقی که ذاتش محبته. اعلام میکنه نور برای راستان در تاریکی طلوع میکند، او کریم و رحیم و عادل است، فرخنده است. شخصی که رؤوف و قرض دهنده باشد، او کارهای خود را به انصاف استوار میدارد. کسی که خدا رو میشناسه که خدا عدالت هست، حداقل روی انصاف نیست. عدالت ماورای انصاف. عزیزان مسیح عدالت رو به ما داد، شریعت انصاف رو داد. شریعت میگه یکی زده تو هم یکی بهش بزن، این انصافه. میگه پدر و مادر خودتو محبت کن، این انصافه. اما در عدالت مسیح این نیست. در عدالت مسیح نه تنها میگه پدر و مادر خودتو دوست داشته باش، نه تنها میگه باید تمام تلاشتو بکنی که رابطه خوبی با انسانها داشته باشی، بلکه میگه دشمن خودت هم دوست داشته باش، ببخشش، براش دعای خیر بکن، به اون کمک کن، به دشمنت کمک کن. نمیگه سرشو ببر، نمیگه دستشو بزن، نمیگه اگر کسی رفت دزدی کرد دستشو قطع کنه. هرگز مسیح رو نمیگه. مسیح میگه اون رو بفهم، درکش کن، چرا دزدی میکنه، کمکش کن. 2000 سال پیش این رو گفته. هموطن خوبم که محمد به خاطر اون قبیله وحشی که درش بود این چیزا رو نمیفهمیدن، درک نمیکردن. تازه یهودیان و مسیحی‌ها که اطراف اونها بودن کمکشون میکردن. برای همین وقتی که اعراب با این ایدئولوژی اسلامی، باور اسلامی وارد شدن، با این حزب اسلام وارد ایران شدن، چیزی برای ایرانیان نداشتن که ایرانیان مشتاق اون باشن. برای همین اونقدر کشتن ایرانیان رو تا به زور مسلمان شدن. بعد تاریخ حقیقی گواه بر این تلخی ها هستش. و اعلام میکنه زیرا که تا به ابد جنبش نخواهد خورد، مرد عادل تا به ابد مذکور خواهد بود، یعنی نیکو خواهد بود. اینجا منظور نیکویی هستش.
و از خبر بد نخواهد ترسید، چرا که میدونه حضور خدا، قوت خدا درش هستش. تا خدا با ماست، کیست بر ضد ما؟ دل او پایدار است و بر خداوند توکل دارد، توکل حقیقی نه زبانی، عملا توکل به خدا داره. دل او استوار است و نخواهد ترسید تا آرزوی خیش را بر دشمنان خود ببیند. میدونه که خدا مطابق کتاب خروج 14:14 خدا میگه من به جای تو میجنگم، تو نجنگ. حالا روش جنگ خدا هم که با ما مثل ما نیستش که با کینه و نفرت باشیم. کلام خداوند اعلام میکنه که خدا دوست نداره یه شخص شرور مثل هیتلر هلاک شه. خدا میخواد اون توبه کنه برگرده، چون خدا ذاتش محبته. پس میسپاریم به دست خدا حتی دشمنان خودمون رو. امروز هم به هیچ وجه من به عنوان یک کشیش و شبان هرگز شما تشویق نمیکنم الان برید جنگ کنید، بر فرض اسلحه دستتون بگید با نظام اسلامی. حتما اونهایی که تو اپوزیسیون هستن با آشنایی و آگاهی که دارن، اونها به درستی دارن آنچه که میگن میگن، ولی من دعا میکنم، ولی کوتا نمیام، در برابر نظام اسلامی هم میستم، دعا میکنم و میگم سرنگون باد این نظام اسلامی. و من ایمان دارم از زمانی که کلیسای پرستان مسیح که 2 سال و اندی هست الان گذشته از این موضوع و دعا برای سرنگونی نظام اسلامی که این نظام اسلامی وضعیتش بسیار بدتر شده، بسیار بدتر شده. ما به این دعا ایمان داریم و ایمان داریم با فیض خداوند این نظام اسلامی، نه نظام آخوندی، نظام اسلامی سرنگون خواهد شد، که باهاش آخوندم سرنگون میشه. بعض نموده و به فقرا بخشیده است. کسی که خدا رو میشناسه دیگه لازم نیستش که بهش بگن محبت کن، میگه خودش محبت میکنه. عدالتش تا به ابد پایدار است، اون رابطه عاشقانه خودش با خدا. شاخ او با عزت افراشته خواهد شد. موضوع اینجا شاخ سرافرازی شو داره میگه، سرافراز خواهد بود، تو جایگاه درستی خواهد بود، پیروزی براش خواهد آمد. شریر این را دیده، شیطان غضبناک خواهد شد، دندانهای خود را فشرده گداخته خواهد شد، آرزوی شریران زائل خواهد گردید. کلیساهای فارسی زبان را بستن، کشیشها را کشتن، ایمانداران را زندان کردن. هر روزه ایرانی ها دارن به مسیح ایمان می آورن و متاسفیم. جدیدن شنیدیم که قبر شهید سودمند، کشیش شهید سودمند که در مشهد بودن، ایشون قبر ایشون هم خراب کردن، یعنی مقبرش رو شکوندن و اونجا رو همونطور که دارید میبینید صاف کردن. شهید سودمند مرد بسیار نیکو، شبان بسیار با محبت، پیام او پیام انجیل، پیام عشق، اما میبینیم که حتی اینها از قبر ایمانداران میترسن. اما نهایتا همون گونه که در این کلام خوندیم اعلام میکنه، آرزوی شریران زائل خواهد گردید. آرزوی این نظام اسلامی در برابر کلیساهایی که بسته شد این رو بدونن که هرگز این گونه نخواهد بود که تا ابد اینها حکومت بکنن و مدام کلیساهای مسیح رو، کشیش ها رو، ایمانداران رو اذیت کنن. از این رو هست اونها توکل به خدا نکردن. از آقای یاسر عزیزم میخوام که بریم کلیپی رو ببینیم که ببینیم اینها توکل به کیا کردن. اینها توکل به روسیه کردن، اینها توکل کردن به باورهایی که حتی با خودشون هم همعقیده نیست. اینها دنبال قدرت هم توکل به چین میکنن، به کره شمالی میکنن. بارها گفتم بازم میگم، شیطان دو تا شاخ داره، یه شاخش اسلامه، یکیش کمونیسته و باعث درد و رنج زمینی ها شده، مردم جهان شده و میبینیم که جمهوری اسلامی چگونه با قدرت های شیطانی، با افرادی که اونها هم شیطانی هستن متحد شده. بریم با هم دیگه کلیپی رو ببینیم که در چابهار متاسفانه چگونه درها رو باز کردن و ارتش روسیه رو اونجا قرار دادن که بیان و کم کم اینهایی که باورشون این هست، اینو بدونید اسلام باورش اینه، تومه خودش رو که الان ایران ما شده تومه نظام اسلامی دیگه، اسلام قدرت شیطان، اگر نتونه رام خودش بکنه اونو قربانی میکنه و الان نظام اسلامی داره ایران رو قربانی میکنه، تیکه تیکه میخواد بکنه.
میخواد تیکه تیکه کنه، میگه مهم نیستش اگه نمیخوان این کشور نمیخواد تو دست من باشه بذار تیکه تیکه بشه. بریم با هم دیگه این کلیپ رو ببینیم. سپاسگزارم. آی سارلی یه لحظه بذار. همه رفتن تو لاین اصلی. ما برای ما هیچ مونی نیست. همه رفتن تو لاین اصلی. کشور ایران یا کشورهای امثال کشور ایران برای کشورهای مثل آمریکا و فرانسه و روس و چین و آلمان و اینا مثل یه شکاری است که فکر کنید یک گاو وحشی رو شکار کردن، حالا این آدم‌هایی که این کار کردن، این حیواناتی که این کار کردن، دعواشون سر اینه که رونشو کی ببره، دنده هاشو کی ببره، جیگرشو کی بخوره، کل پا چشمال کی باشه. کشور من که یک مش آخوند گذاشتن روش به این صورته. انگلیس کجاشو ببره، فرانسه کجاشو ببره، اسرائیل کجاشو ببره، روسیه، چین، آمریکا، ایتالیا و بعد اونایی که دیگه تو صفن مثل هلند و بلژیک و سوئد و نروژ و همه این کشورهای روح این مردان و زنانی که ایستادن و حقیقت تاریخ رو گفتن شاد. روح رضا فاضلی این هنرپیشه و هنرمند ارجمند ایرانی که بعد از اینکه از ایران اومد متوجه شد اگر امروز هنرش رو نمیتونه اونطوری که واقعا داره و دوست داره ارائه بده، اومد از مردمش دفاع کرد، از ایرانش دفاع کرد، از تاریخ ایران دفاع کرد و اسلام رو رسوا کردش. و نمونه بسیاری ما از این مردان داریم که اینگونه عمل کردن، چرا که میدانستن اینها آروم نمیشینن، ایدئولوژی اسلامی آروم نمیشینه. شما ببینید مردم ما در فقر و رنج و درد هستن، خیلی متاسفیم، خیلی متاسفیم. اما اینها اصلا نمیان بگن ما کشور ما الان توی شرایط خیلی بدی قرار گرفته، بیای مردم رو راضی کنیم. بلند میشن تو این شرایط خیلی سخت، هرچند به کشورهایی هم که از پول من و تو ای هموطن عزیزم مثل سوریه کمک کردن، عراق کمک کردن، همه اونها بر علیه اینا شدن، حالا اینا هیچ بگذریم، میرن به سفارت آمریکا حمله میکنن و متاسفانه سعی بر این میکنن که بیشتر جنگ رو ایجاد بکنن. همون گونه که میدونیم هشت شعبی که در عراق هستش و ریشه در تغذیه موقعیت ایدئولوژی و مالی از نظام اسلامی گرفته شده و اینها تمام چریکای اسلامی هستن که اینها آموزش دادن تو کشورهای اسلامی آماده کردن، به سفارت آمریکا حمله کردن و فقط یک حمله است که اینها میدونن با این حمله چیکار میخوان بکنن. بعدتر آمریکا رو تهدید میکنن، خب برای همین کار میکنن، آمریکا رو تهدید کنن، ایجاد جنگ کنن. اسلام یعنی جنگ، اسلام با جنگ اومده و بدون جنگ نمیره. من سالهاست دارم این رو پیشگویی میکنم، نبوت نیستش، نبوت نیست، این دیگه احتیاج به نبوت نداره. نبوت چیزی که مردم نمیدونن، آخه این دیگه تاریخ داره نشون میده. اسلام با جنگ میاد و بدون جنگ هم نمیره. هموطن عزیزم، روش جنگ من و تو این هستش که این کتاب قرآن رو اگر هنوز مسلمون هستی بخون، از اسلام بیا بیرون و بندازش دور. خونه هاتون رو از این کتاب تقدیس کنید، پاک کنید، نذارید دیگه توی خونه هاتون باشه. این کتاب کتاب استعماره، کتاب ظلم و ستم هستش، کتاب زنجیرهای اسارت هست که ما باید تک تک از این اسارت ها، از این زنجیرها آزاد بشیم تا کشور ما آزاد بشه. بریم با هم دیگه این کلیپ رو نیز ببینیم که به طور خاص یه آخوندی که خداش همون الله هست، با همون الله داره حمله میکنه. اینا غیر از حمله کن روش منطقی حالیشون نمیشه، فقط با کشتن و با جنگ و حمله میخوان آسیب بزنن. Hadi 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 had
بله 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 شما جالبه دیدید که این آخون سید هم هست و ادعا میکنه اینا بچه های همون امامان، اونا هم همین کارا رو کردن، اونا هم همین حرکت رو انجام دادن. اگر خامنه ای امروز ادعا میکنه که پسر برفرض فرزند اماما هستش، خب درسته، چون اجدادش هم از همین کارا کردن، همین گونه ظلم کردن. حالا کیج قراره چشم ما باز بشه؟ خدا رو شکر داریم میبینیم ایرانی ها آگاه، به طور خاص نسل جوان آگاه شده. پسر محسن رضایی آگاه شد که کشتنش، هرچند باباش فرمانده زمانی فرمانده سپاه بود، اما متوجه شد اسلام از طرف خدا نیست، توی دبی کشتنش. اومد توی آمریکا باش مصاحبه کردن، من قبلا فیلمش ایشونو گذاشتم، شادروان رو، احمد رضایی که کشتنش. ولی متاسفانه به هیچ وجه هموطن عزیزم به کشور ما نرسیدن. چند ساله که جنگ تموم شده توی آبادان و اهواز، الان با هم کلیپی رو میریم میبینیم که هنوز اینا مدرسه ای درست نتونستن بکنن برای عزیزان ما در جنوب ایران. چرا؟ اون امکانات رو نذاشتن، نه بیمارستان خوبی هست، نه شرایط خوبی هست، نه پارک خوبی هستش. حتما مساجد و امامزاده ها اونجا زیاد شده، اما نیازهای اونها رو براشون مهیا نکردن، چون اسلام نیومده برای اینکه به ما امکانات خوب بده. اسلام اومده فقط این ایدئولوژی که ایدئولوژی شیطان هست بتونه گسترده بشه، تمام جهان رو بگیره، کارش این هستش. و اگر نتونه این کارو بکنه، بازم میگم اون سرزمین رو قربانی میکنه، تیکه تیکه میکنه. 1400 سال این کار کرده. خیلی از عزیزان هستن میگن آخه اینا چه تجربه‌ای دارن که هنوز موندن تو 40 سال؟ رضا شاه و محمد رضا شاه با این همه محبتشون، همین که مردم بلند میشدن حرفی میزدن، اینها بلند میشدن میرفتن. عزیزان 40 سال نیست، 1400 ساله اینا تجربه کردن. 1400 سال تجربه است که باعث شده این نظام اسلامی بمونه و سعی میکنه بازم بمونه، با رعب و وحشت، با شکنجه، با دروغ. اما اگر من و تو از باور ایدئولوژی اسلام آزاد بشیم، از دین اسلام آزاد بشیم، اونها رو ما تسلط ندارن. نمیگم به زور، تحقیق کن، خواهش میکنم تحقیق کن. تعصب میشه چند لحظه، تو هموطن عزیزم که هنوز باور اسلامی داری، خواهش میکنم چند لحظه شده بگی هیچ باوری نداری، برو تحقیق کن. عزیزان بارها گفتم منم یک مسلمان متعصب بودم، باور کنید من تیر خوردم از همین نظام اسلامی، برای باور اسلامی تیر خوردم. من متولد قوم هستم، اقوام من قومی هستن، ما مسلمان های آگاه بودیم به اسلام، اما وقتی انجیل رو خوندم گذاشتم در کنار قرآن، فهمیدم این کتاب کتاب شیطان قرآن، اما انجیل از طرف مسیحه، چون از عشق و محبت و عدالت و امید و امنیت و آرامش و سلامتی صحبت میکنه. هموطن عزیزم اسلام از طرف خدا نیست، اما تحقیق کن، نه به عرایض من، تحقیق کن لطفا. بریم با هم دیگه کلیپی رو ببینیم، متاسفانه از یک مدرسه در آبادان. ببخشید ما یه لحظه یه تیکه فیلم میخوام به آموزش فرمایش نشون بدم که بچه هامون روی زمین نشستن، حداقل 10 تا صدا هم که نباشن خود دیگه با چشم خودشون میبینن. معلم ریاضی باشه بعد تخته نداشته باشه چطوری میخواد درس بده؟ نمیدونم. بله بله، این نمونه خیلی کمی هست از این بی‌مسئولیتی، این بی‌توجهی. اما ببینید فرزندانشون به عنوان ظالم زاده، آقازاده نیستن. بیاین واژه ها رو درست بگیم. اگه من از یک دسته یه نفر ناراحت هستم و از اون جمله خوب استفاده میکنم، به این میگم احترام. این ریاس، این احترام نیست. عیسی مسیح در برابر فریسیان ایستاد، به اونها گفت ای افیزاده ها، فرزندان شیطان، ای ریاکاران،
چرا که بودن. چرا شما به این بچه های دولتمندان نظام اسلامی که میلیون ها دلار رو از ایران دزدیدن و توی آمریکا، توی کانادا که رسوا خواهند شد، رسوا خواهند شد، رسواشون خواهیم کرد، رسواشون خواهیم کرد، اومدن دارن با اموال ما مردم اینجا زندگی یا آنچنانی دارین، چرا میگید شما آقا زاده؟ آقا اونا آقا هستن؟ چرا میگی؟ چرا با اون چی که در قلبت هست روبرو نمیشی؟ اونا ظالمن، پس باید بگی ظالم زاده و تقاض پس خواهند داد. اینو مطمئن هستیم. دعا میکنم که خدا من قلبشون رو لمس کنه، به حقیقت متوجه بشن. حقیقت ثمره داره. وقتی کسی متوجه اشتباه و گناهش میشه ثمره داره، باید توبه کنه، باید پوزش بخواد، انبال دوزی رو باید به مردم برگردونن. اینه، نه ای که بگن آره خب ما بچه های اونا هستیم ولی خب ما مثل اونها نیستیم. نیستید. انبالی که بهتون رسیده مال شما نیست. شما باید مثل بقیه مردم زندگی عادی داشته باشید، پس اون انبال رو به مردم برگردونید. چرا باید ما یه مدرسه خوب نداشته باشیم توی آبادان؟ چرا این همه فقر و فساد هست؟ کلیه فروشی هستش، چشم فروشی هستش، بچه فروشی هست توی ایران. بعد تو بلند میشی با اموال مردم که پدرت ظلم کرده، معلومه چقدر ظلم و ستم کرده، و به این سرزمین میای و به سرزمین های خوب میای. پولایی که برداشتن دزدیدن به کشورهای اسلامی کمک کردن که بتونن اونها رو متقاعد ایدئولوژی خودشون بکنن. حالا تازه میبینیم که نه مردم عراق جمهوری اسلامی رو دوست داره و نه سوریه، نه بحرین، نه یمن، هیچ کجا اینا رو دوست ندارن. تازه مسلمان هم اینا رو دیگه دوست ندارن، چون اینها واقعا دوست دارن مثل قرآن انجام بدن. برای همین عرض میکنم نگید نظام، نگید رژیم آخوندی، بگید نظام اسلامی. این نظام، نظام اسلامی هستش. بریم با هم کلیپی رو ببینیم که در سوریه چندی پیش یه تشییع جنازه، مراسم تشییع جنازه نمادی رو ایجاد کردن برای بشار اسد و همچنین برای خامنه‌ای، و برمیگردیم. روی خط باشید. بله، آنچه را که دید، انقدر خامنه ای رو دوست دارن و این نظام اسلامی رو که براشون زودتر از اون که خامنه ای بمیره تشییع جنازه براش راه انداختن. و خوشبختانه شاهد بر این هستیم که هموطنان عزیز، یه عزیز رو یه خط داریم، برای همین صدا از تلفن من میاد. ما متوجه شدیم که هنوز ملت عزیز ما، ملت غیور ما، ملتی که دیگه تحمل بودن این نظام اسلامی رو ندارن، به مبارزه خودشون در شهرهای مختلف ادامه میدن، هم از جمله بندر عباس که کلیپی رو داریم میریم میبینیم از این مردم غیور بندر عباس که بر علیه نظام اسلامی هستن. پس ساکت نیستن عزیزان، ملت ما ساکت نیستن و میباید با همین اتحاد رو داشت، در یک دلی بیستید. لطفاً جنگی رو که نظام اسلامی 40 ساله با شما شروع کرده شما به نفع خودتون تموم کنید. میریم برمیگردیم، با ما باشید. اگر آماده نیست میخواییم با هموطن عزیزی که روی خط هستن. وقت شما بخیر، بفرمایید. خواهش کنم، آیا صدای ما رو دارید شما؟ آیا صدای ما رو دارید؟ متاسفانه قطع شدن. ممنون شم که دوباره تماس بگیرید. هموطن عزیز، کلیپ رو داریم ما؟ یک کلیپ هست از بندر عباس، تظاهرات بندر عباسه. آره،
آره اونو تازه برام فرستادن. سپاسگزارم میشم اگر آماده شد بتونیم داشته باشیم. و هموطن عزیزی ما تماس گرفتن، اگر براتون مقدور هست خوشحال میشم که دوباره بتونید زنگ بزنید لطفاً. اگر منم اگه بتونم بگیرم ایشون رو. وقت شما بخیر، درود بر شما. متاسفانه قطع میشه، فکر میکنم تلفن‌های ما با مشکل روبرو میشه از ایران. آماده است، بریم با همین کلیپو ببینیم اگر این هموطن عزیز توانستن با ما تماس بگیرن در خدمتشون هستیم. در غیر این صورت به انتهای وقت رسیدیم. این آخرین برنامه ما در سال 2019 بوده. یک بار دیگه عرض میکنم اون شماره هایی که پایین صفحه شبکت رو میبینید که الان ساعت رو نشون میده 12:44 و 5 ثانیه هم تو میاد پایین، در از ساعتی هستش که ما داریم نزدیک میشیم به سال تحویل، داریم نزدیک میشیم به سال 2020. هم وطنان عزیز بریم برمیگردیم، با ما باشید. امروز نوه دی بندر عباس سنتر. شرف هموطنان عزیزمون در هر کجای ایران که هستن و بر علیه این نظام اسلامی قیام کردید. درود میفرستم خدمت هموطن عزیزی از ایران. البته هموطن دیگه هم داره ما رو میگیره از ایران. اگر توانستیم، اگر برنامه ما رو دارید میبینید بعد از صحبت‌های ایشون من در خدمت شما هستم. بفرمایید، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام برادر اسور، درود بر شما. خوبین و سپاس از خسته نباشید. میگم به ممنون. امید جاودان ممنون. و خدا بدون ملکت بده و همچنین شما حقیقی روی مردم آشکار میکنید. واقعا ما شما رو خیلی دوست داریم و نظر لطف ایران آزاد بشه تو ایران خدمت کنید و کریسمس رو بهتون تبریک میگم. سپاس شما همکارا و ایماندارا و مسیحیان و سال نو، امیدوارم این سال نو واقعا سرنگونه آخوندا باشه و آمین. اسلام واقعا از بین بره و ایران آزاد باشه. آمین واقعا آمین. در اصول واقعا ما متاسفانه چریسان نداریم و روز چریسمس خودمون تو خونه برنامه اجرا کردیم و شیرینی پخش کردیم و خیلی خدا رو شکر میکنیم. درسته چریسان میبندن ولی علم و تکنولوژی رو نمیتونن ببندن و واقعا خدا رو شکر میکنیم که واقعا شوش. مردم ایران واقعا این ذوق و شوق دارن و چریسمس رو تو خونه میگیرن و خدا رو شکر. و
من میگم دولت ایران یه سیسکه، یه سیسکه، و من نمیتونه واقعا نمیتونه جلوی ما رو بگیره، واقعا نمیتونه، و از این کارش خیلی واقعا عصبانی میشه و ما خیلی خوشحالیم که این عصبانیش رو واقعا میبینیم، واقعا خدا رو شکر میکنیم، آمین که سرنگونی رو میبینیم، خدا رو شکر، آمین که برادر خوبم سرنگونی رو خواهید دید. سپاسم مهر شما، ممنون که تماس گرفتید. ممنون عزیز، شما رو به دستان مسیح می‌سپارم. کریسمس سال نو رو به همه هموطنان خودم، حتی ایران، واقعا تبریک میگم و واقعا امیدوارم یه روز ایران آزاد بشه و آمین. ایران خدمت کنیم و کلیسا ایران بتونیم بریم. آمین که آمین که شاهد بر این خواهیم عزیزید عزیز. با سپاس فراوان عزیز. خدا. با سپاس فراوان هموطن دیگه‌ای روی خط اومدن، اگر احیانا براتون مقدور شد بیایی تو این چند دقیقه من در خدمتون هستم. اما قبل از اینکه بخوام شما عزیزان رو به دستان مسیح بسپارم، میخوام برای سال جدید، سال 2020 که به فیض خداوند نظام اسلامی نیست، دعا کنیم. دعا کنیم که اون امنیت و اون آرامش برای شما هموطنان عزیزم باشه و خواهش میکنم هموطنان عزیز، اگر یک باور دیگه هم داری بیا امروز ببین و بچش محبت مسیح رو، و این کلام خداست، میگه بیایید ببینید بچشید که خدا نیکوست. عزیزان از اون لازم نیست بترسید، بلکه باید به سمتش بریم و در آغوش این خدای عشق قرار بگیریم. لطفا با دعای من متحد شو نسبت به نیازت، حاجتت و سال آیندت با من نیز در دعا باش. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم که مطابق فیض تو بود که یک سال دیگه ای رو پشت سر گذروندیم. اگر خداوند اشتباهی بود، گناهی بود در فکر ما، در زبان ما، ای خدا در اعمال ما، تو با فیضت و با خون عیسی مسیح کفاره کن. به طور خاص هموطنان عزیزی که با دعای من متحد هستن، از تو میخوام ای خدا اشتباهات و گناهان و گذشته آنان را، ای خداوند، حتی ترسا و نگرانی هاشون رو، ناامیدی هاشون رو با خون مسیح کفاره کنی ای پدر جان، و تو مطابق فیضت ای خدا سرزمین ما ایران رو با خون مسیح کفاره کن. به هر اشتباه، به هر دروغی، به هر باور دروغینی، به فال و فالگیری، به دروغهایی که به عنوان دروغ مصنعتی عنوان شده ای خداوندا، به ریای خداوندا، به هر گناهی، و تو ایرانی ها رو در این سال جدید ای خدا ملاقات کن با ملاقات تازه، چه در خواب و چه در بیداری و چه در رویا، و حقیقت تو بر ایرانیان مکشوف بشه. و در نام پرجلالت مسیح میخوایم که قلب دولتمندان نظام اسلامی رو قبل از اینکه دیر بشه و هلاک بشن تو لمس کن به حقیقت خودت، تا در حضور تو توبه کنن و در حضور ملت پوزش بخوان ای خداوندا، و تو سرزمین ما رو به دست مردان و زنان دلسوز و حکیم بده ای خداوندا، تا بتوانن کشور ما رو در مسیر آبادانی و آزادی حقیقی پیش ببرن، و تو نیز نام تو که خدای یهوه، خدای حقیقی هستی، جلال پیدا کنه. و چون همه اینها را در نام عیسی مسیح طلبیدیم، ایران و ایرانیان را به دستان پرفیض تو می سپاریم در نام مسیح، آمین. آمین که با ایمان هموطن عزیزم دریافت کن و مطمئن باش که خداوند مطابق فیضش تو رو میخواد برکت بده. پس با آخرین برنامه در سال 2019 شما رو به دستان مسیح می سپاریم. با ما باشید. ما فردا برنامه هامون حتما تکرار خواهد بودش، اما از پنجشنبه دوباره برنامه هامون عادی خواهد شد. برنامه خودمون داریم، برنامه گذارا برنامه خودشون دارن. تشویقتون میکنم لطفا با ما در تماس باشید، تشویقتون میکنم لطف کنید، خواهش میکنم. چه عزیزانی که در اروپا هستن، کانادا هستن، آمریکا هستن، استرالیا هستن، ما دست یاری شما رو میخوایم تا این خبر خوش نجات رو به ایرانی ها برسونیم، تا برای آزادی اینا نیز صحبت کنیم، صدای هموطنانمون باشیم. پس لازم داریم که دستی از سمت شما به سمت ما باشه، از نظر موقعیت مالی، هم دعا هم موقعیت مالی. پس تشویقتون میکنم میتونید روی سایت ما برید pwoc.church pwoc.church و از ویزا کارت، کردیت کارت میتونید استفاده کنید هموطنان عزیز، و یا میتوانید با شماره تلفن هایی که روی صفحه تلویزیون میبینید 818-716-4-0 818-699-16-15 تماس بگیرید، و یا به آدرس کلیسای پرستان مسیح 74-75
فالبروک اونیا وست هیلز، زیپ کدش هم 91307 هستش. چکای خودتون رو به نام PWOC لطف کنین درسین. ما قبلا هم اعلام کردیم احتیاج به 300 نفر داریم که روزی $1 کمک کنه. اینجا از این پولی که میاد همش هزینه خواهد شد هموطن عزیزم. پس تشویقتون میکنم لطفا دست یاری بدید و من ایمان دارم خداوندم شما رو برکت خواهد داد. با سپاس از آقای یاسر عزیزم و تک تک شما عزیزان، شما عزیزان رو به دستان پرفیض عیسی مسیح میسپارم و از خداوند میخوام که سالی پر از برکت و شادمانی و امید و عشق و نجات و رهایی داشته باشید از دست این نظام اسلامی. فیض خداوند با شما باشه. انسان آفریده شده است که بیاموزد و اگر در اندیشه کلام خدا باشد تأثیر آن امید خواهد رحمت که هر پریشانی در اوج آشنا من حقیقتا سرطان، یعنی دکترها به من گفتن که سرطان روده بزرگ دارم و بچه های کلیسای پرستندگان مسیح از خواهر برادرای عزیزم همه به خاطر من دعا کردن و روزه گرفتن. عیسی مسیح منو شفا دادن. این خدمتی هستش که خداوند از ما خواسته و در این مسیر قدم برداریم و این ایده ای امروز نیستش، یه ایده 15-16 ساله هستش که خداوند در رویا به من داده و تا